جناب دکتر صاحب عبدالرازق رامکی متخصص امراض جلدی و زیبایی در این بخش برنامه هست. مصطفی جان، موضوعی که با شما یادآوری کردن در این بخش برنامه با این موضوع انشالله با شما هستیم. دکتر صاحب سلام، صبح بخیر. السلام علیکم و رحمت الله. انشالله که صبح خوش و خیر آغاز کرده باشین. و همچنان انشالله که شما و همکارای تپخ تخنیک که ما بین بین متن تزیین سن سلامت باشین. تشکر. خب جناب دکتر صاحب، در نخست میخوایم شما یک معرفی داشته باشین از این که خارش، منظور از خارش پوست در شب چیونه است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در کل خارش یک وتیره دفاعی یا سیستم ایمنی وجود انسان است، عینا مثل سرفه، عطسه یا رکسال درد. تو به این معنی که جلد وادار به این میسازه تا یا به سلام شما هشدار به جلد به وجود میکنه که یک عامل وجود داره تا سبب امی احساس یا معروض شدن به تخریشت موجود پیدا شده. خارش ها در کل به دو نوع هستند. در کل به دو نوع هستند. یک تعداد بسیار کم یا مثلا میشه بگیم یک فیصدی بسیار کم خارش ها شکل ارثی به خود می داشته باشه، شکل ژنتیکی به خود می داشته باشه. یک فیصدی بسیار کم ممکن کمتر از 0.5% و تقریبا 99.5% خارش های جلدی اسباب اکسوژن می داشته باشه، اجزا اسباب خارجی می داشته باشه در مجموع خارش ها. که اسباب مختلفه بیشترین فیصدی از زیر امراض تشکیل می ده یا میشه بگم میکروارگانیسم ها یا باکتری ها یا انتانات داخل وجود میشن سبب بروز آمدن خارش ها میشه، خصوصا خارش جبانه. بله. حالا دکتر صاحب، علت عواملی که شما یاد کردین در قسمت علت های ارثی یا ژنتیکی که ممکن است یک تعداد افراد داشته باشن یا دچار شون، او یک بحث جداگانه هست دیگه. حالا علت عواملی که بیرونی یا خارجی شما یاد کردین که بیشتر شناسایی شود و بنابر بتونیم پیشگیری بکنیم، چه چیز علت میشه که مشکل برای اکتداد پیش شود؟ خارش ها که ما قبلا اشاره کردیم، خارش ها که اسباب بیرونی داشته باشند، اسباب باشند بیشتر انتونیمی باشه. بله. و خصوصا کسیم خارش هایی که شبانه باشه، یک نوع خاص خارش است که در میشه امو ترمی طبی زیره با نام سکویس یاد میکنند دیره، یا هم به اصطلاح معمول ما شما خارش شبانه، که سبب اساسی از این یک نوع پرازیت مخصوص است همو به نام اسکابیس یاد میشه. این پرازیت به این معنی است که جمله امراض ساری است، امراض انتقالی است، بسیار با سادگی میتونه از یک شخص به شخص دیگه انتقال کنه و خصوصا کشورهای عقب مانده بیشتر معرض هستند به این مرض یا به این وتیره. کشورهای جهان سوم، جهان اول باشند که کشورهای پیشرفته، اونایی را از جمله امراض STD یا از جمله امراض سکشوال ترانسمیتد دیزیز یا امراض جنسی را تلقی میکنند که علت اساسی، راه اساسی طریق انتقال از این از تماس صمیمی جلد به جلد، استفاده مشترک لباسا و با استفاده مشترک لباس باره و تماس همین جلد به جلد انتقال میکنه و سبب یک نوع خارش بسیار شدید، بسیار مخرش و بسیار آزار دهنده پیش مریض میشه. بله. قسمی نعمل میکنه که همین عین همین میکروب یا همین پرازیت یک خاصیت بلخاصه که داره اون ایست که در هر قدر هوا گرم شوه زمینه برای رشد از اینا، زمینه فعالیت از اینا بیشتر میشه. اکثرا با من خاطر اکثرا در فصل تابستان نفس گرما بیشتر نفوذ میکنه، بیشتر رشد میکنن و البته در دیگه دنیا. در افغانستان ما جامعه سنتی داریم، ما به این معنا که اکثرا فامیل ما شما به شکل یک زندگی اشتراکی دارن، اکثرا در خصوصا در فصل سرما اکثرا در یک اتاق بودوش می داشته باشند، زندگی می داشته باشند به خاطر سردی هوا یا به خاطر ضعف اقتصادی که مردم با شما داره به خاطر گرم نتانستن خانه ها.
زمینی بیشتر برخلاف کتاب زمینی رشدشان بیشتر در فصل زمستان رخ میده. صرف به خاطر اینکه یک زندگی مشترک یا زندگی اشتراکی مورد به خاطر سرعتش بسیار زیاد است و برخلاف در زمانی که به هوای سرد می آنتون یا این میکروب مواجه میشه باز کاهش فعالیت از خود نشون میده. از این خاطر اکثر مردم میگن از معنی نکته شکایت دارن که اگر هوا گرم باشه خارش وجود یا شکایت بیشتر است، فقط هوا سردتر باشه شکایتشون کمتر است. بله جناب دکتر صاحب، دلیلای مهمی که شما اشاره کردین یک تماس جلدی بود و دیگه هم انتقال از طریق لباس بود. بله. خب جناب دکتر صاحب، یکی از علت ها میتونه حساسیت داروها باشد؟ بله، این خوب خود بحث علایده است. قبل از اشاره کنم گسمی یکی خارشای ارسی بود، ژنتیک بود، یک خارشای بعدی خارشای بود. بعضی خارشایی که ارسی نیست، یعنی خارشایی که اسباب اگزوژن دارن، این بود به دو گروپ یا به دو صنف تقسیم میشن که یکی علت کلون یا اساسیون دو بعض دواها بودن که عکس العمل یا انفراکشن در مقابل بعض دواها و بود دیگه شون بس شامل مایکروگانیزم‌ها یا انتانات میشه که داخل وجود میشه، بعضی که داخل وجود شد از خود عکس العمل وجود نشان میده. بله دکتر صاحب، یک تعداد کسایی که ممکن است یک سری امراض روانی یا سیستم عصبیشان که مشکل داشته باشند، اینا هم به طور طبیعی ممکن است بعدشان خارش داشته باشه، خصوصا از طرف شبانه؟ طبعا کسایی که با امراض نیروتیک هستند، خودش یک فصل بی خیال آیده است که امراض روانی و جلدی. امراض روانی جلدی او به این معنی که در این وقت با وجود که مریض یک مشکل روانی و مشکل ذهنی و مشکل فکری داره، در این وقت اما خود مشکل روانی سبب از این میشه که تا جلد خود تخریش بکنه. او به این معنی که هر قدر جلد تخریش شده بره، واضحه که باز طبقات سطحی جلد که طبقه محافظوی جلد است تخریش شده و هر قدر تخریش شده بره تخریب شده میره، بالاخره زمین نفوذ انتان در ساحه مساعد میشه تا انتانات ثانوی در جلد نفوذ کنه و سبب منتن شدن یا سبب التهاب شدن ناحیه به شکل موضعی شوه. بله جناب دکتر صاحب، شما علت هایی را که شما اشاره کردین که تماس جلدی و از طریق لباس این عموما روی همه بود به وجود میاد، خب مشخصا افراد را که مورد رشد مؤثره و دچار میسازه چی کدام افراد است؟ این مرض به شکل کل میتونه در هر سن، در هر جنس، در هر طایفه یا هر نژاد میشنه، میتونه بسیار به شکل سادگی نفوذ کنه. قدرتان اشاره کنم که یک خود از فقط از جمله امراض کانتجوس است یا امراض ساری است، امراض انتقالی است. یعنی به محض تماس به شخص مریض زمینه انتقالشان مساعد میشه و سبب روزی انتان دست هم میشه. بله. حالا با این که علت عوامل خیلی از امراض را ما بفهمیم، دکتر صاحب میتونیم با شکلی از اون مریضی و اون مرض پیشگیری هم داشته باشیم. بله. حالا پیشگیری از این خارش های شبانه، دکتر صاحب بیشتر چی راهکارهای را و چی کارهای را پیشنهاد میکنن تا هموطنان و دوستان انجام بدن که به این خارش های شبانه بدن دچار نشوند؟ طرق پیشگیری از این مرض بسیار ساده است. صرف کمی احتیاط و کمی واضح پس تکلیف کار داره. یا او به این معنا در صورت مشاهده شدن یا در صورت ساده تر به نظر بسیار ساده ترین طریقی شمیست در صورت مشکوک شدن به خارش. در صورت مشکوک شدن به خارش چیلی باید همه ما بفهمیم یا میفهمیم که از این امراض شدید انصاری است. در صورت مشکوک شدن به این خارش، ایزوله شدن یا تجریح شدن شخص در مجموع لباس که مورد استفاده قرار میگیره، از لباس پوشیدنی تا لباس خود و تماس مستقیم جلد با جلد شخص، بهترین راه وقایش هم یک روز. و بعد از او چون در ابتدا ما شما اشاره کردیم گفتیم که همین میکروب یا همین پرازیت زمینه مساعد بسیار مساعد برای هوای گرم است، بسیار ساده طریقه و طریقه جلوگیریش لباس ها رو کشیدن و در هوای سرد ماندن. اگر هوا سرد می باشد به صورت امکان در بین فریزر ماندن. بسیار با سادگی میشه زنتان
اول دقدین ما لازم از انتشارش و دقدین بعدی سایب از انبرونش میتونه بشه. بله. خب دکتر صاحب به امروی درمانشون کسانی که شبانه دچار مشکل میشود چگونه درمان میشود؟ آیا درمان خانگی هم دارد یا باید نزد دکتر مراجعه؟ بدبختانه نه خیر. چون خارشا یک فصل بسیار کلان است، یک مبحث بسیار طولانی و بسیار پر محتوا است. از او خود نمیشه خود شخص باشه به شکل بنفسی خودش تشخیص بکنه که آیا همین شکل پارازیتی یا شکل میکروبی است و یا شکل از اشکال دیگه است. به او خود رای بسیار ساده و نموت طریقی جلوگیری است که باید جلوگیری کنه تا یک صاحب انتشارش به دیگه اعضای فامیل و خانواده نشه و به خاطر تشخیص قطعی و تداوی قطعیش میشه که جای دکتر صاحب مراجعه شه تا تشخیص بوده که تداوی شه. بله. این که دکتر صاحب چون بدن که خارش میگیره حتما امو خود پوست بدن تقاضا را داره که باید خارش شود. به خاطر این اگر کسانی که باز او را ادامه بدن تداوی نشوند یا هم پیشگیری نداشته باشند هم تا خارش کرده بیرن اون که مشکل ایجاد میکنن؟ این سوال بسیار خوب است. زمانی که انسان بعد در قدمات ابتدایی خود مداخله میکنه از سر تخریش موضعی در ساحه میشه، هر قدر که در قبال از این پروسه یا وطیره سهلنگاری شود توجه نشه، سبب در قدم یا سبب تشدید خود انتان از شکل لوکالوز به شکل جنرالایز میشه، از شکل موضوعی به شکل عمومی میشه، سطح و سر بدن سرعت میکنه و با وجود از او هر قدر که توجه نشه سبب تخریش طبقات سطحی جلد بلخواه سبب تخریش طبقات عمیقی جلد میشه، سبب مسایل شدن نفوذ انتانات ثانوی در ساحه میشه، سبب التهابی شدن جلد میشه. با در صورتی که ما گفتیم که صرف خارش میشه در قدم مرور صرف خارش میباشه بلاخر توان با درد، تورم، التهاب، سرخی، حتی ممکن است سبب تب شدید پیش شخص شوه و در صورتی که انتان به شکل ثانوی مداخله نکنه جلد یا وجود وضعیت خودش در مقابل از او عکس العمل نشه تا قدر که سهلنگاری صورت بگیره سبب تخریش جلد در ساحه میشه بدون نفوذ انتان، سیر مرض به طرف دیگه صعود میکنه، یعنی به شکل به طرف امراض شدید خارشی جلد مثل اگزیما ها به اون طرف میره که با مریض مشکل ساز میشه. بله جناب دکتر صاحب صحبت های خوب داشتن، تشکر از حضور شما.